حرفتو بزن. من اصلا نمیرنجم. هر چی تو دلته بگو بابا. چشم. لیلا جواهره. ولی خب مهران اومده میگه که من دختر رئیسم رو دیدم. میخوام با اون ازدواج کنم. پس حرف من چی میشه که اینا قرار بود ازدواج کنن؟ چی بگم والا؟ میدونید فکر نمی کنم مهران سر عقل بیاد. من صلاح این بچه رو میخوام. لیلا با این ماجرا کنار نمیاد. لیلا منتظرش بوده 7 سال. میفهمی؟ 7 سال. آوازو ما منتظر مهران بودیم. لیلا حتی یه روزم منتظرش نبوده. تو این همه سالام که گذشته داشته زندگی خودش رو میساخته. شما فکر میکنید که منتظر مهران بوده؟ محمود اگه برای خواستگاری از هر دختری دیگه غیر از لیلا قدمی برداری دیگه نه من نه تو. اینو بهت گفته باشم؟ آقا جون من بدون اجازه شما آب نمیخورم. خب اینا جوونن دیگه، با من و شما فرق میکنن. نمیشه وادارشون کرد که یه کاری رو بکنن. بله درست میگی، اینا جوونن. ولی خب باید راه و چاه نشونشون داد. حالا وقتی با هم ازدواج کردم بهت میگم. محمود یادت باشه اگر قدمی برای دختری که مهران میگه برداری، زمین از دست بچه ها میره. من اون زمین رو برای بچه ها میخوام، با هم کنار هم. بیچاره لیلا. بله بیچاره لیلا. ولی خب آقا جون تا جایی که من میدونم خب لیلا خودش هم مهران نمیخواد دیگه. آخه تو از کجا میدونی لیلا مهران رو نمیخواد؟ از کجا میدونی؟ من شنیدم، اینجوری شنیدم آقا جون. یعنی خود شما میتونید ازش بپرسید، حتما هم به شما میگه. من کاتالوگ دستگاه ها رو دیدم، حالا برای شما میفرستم که ببینید. برای شروع فکر کنم حداقل 2 تا دستگاه لازم داریم که کارگاه باش راه اندازی. خیلی خوبه. بلکه یکم کارمون جلوتر رفت بازم اضافه میکنم. عالیه، من خیلی با این کارگاه استارگیری داروی موافقم. مخصوصا الان که داریم رو خاک کار میکنیم، حیف فقط گلدون داروی پرورش بدیم، گیاه خوش کنیم. 1000 تا کار میتونیم بکنیم. آره دقیقا، منم خیلی این کار رو دوست دارم. به خصوص که میتونیم نیروی جدید استخدام کنیم، دستمزد خوب بدیم. بله. کلا سطح زندگی رو اینجا یکم بالا ببریم. عالیه. ببخشید جواب بدم. من با عزتتون برم. سلام آقا جون، خوبی؟ سلام لیلا جان، چطوری؟ خوبی بابا؟ قربون شما، ممنون. اتفاقا اومدم گلخونه، داشتم با آقا محسن حرف می‌زدم. حرفی که تموم شد سرات بیا گاوداری، می‌خوام باهات حرف بزنم. میشه تلفنی بگین؟ چون من شب باید تهران باشم، کار دارم. الان صحبتم تموم شد باید برگردم. آره تا شب نباش تهران. از من که واجب‌تر نیست؟ بله معلومه که نیست. هیچی از شما مهم‌تر نیست. خیلی خوب. پس بیا. می‌خوام درباره آینده‌ات باهات حرف بزنم. یعنی درباره چی دقیقاً؟ تو بیا مفصل برات توضیح میدم. این چیزها رو که نمیشه پای تلفن گفت بابا جون. باشه چشم، خدا حافظ. بخش آقای روز همه سفارشاتتون تمام و کمال انجام شد. خسته نباش. ممنونم، همه سفارش ها رو هم تمام و کمال انجام دادم. این یه بار گفتی دیگه. بله. چرا اومده نشسته اینجا؟ من صبح داشتم میرفتم بیرون، یه موتوریه وایساده بود دم در. اون موقع زیاد بهش مشکوک نشدم. الان داشتم برمیگشتم دوباره دیدمش همون وایساده دم در. خب که چی؟ خب که یعنی تا رفتم سمتش فلنگو بس فرار کرد. بعد گفتم که برسم خدمتتون یه سلام مشورتی بکنم باهاتون که اگر شما صلاح میدونین من برم دنبالش تاو توی ماجرا رو در بیارم. اون که دنبال لیلا خانم افتاده بود؟ نه نه، این فرق میکنه، یکی دیگه است.
پاسپورت سمتش تتوشو در بیار. دست شما در نکنه آقا، فقط جسارتن من میترسم که این یه ربطی به این ماجرای دلار ملاره داشته باشه. کجا گذاشتیش؟ اون که خیالتون راحت، جاش امنه. هیچی پیش تو جاش امن نیست. برو هم یه نبرش بیار پایین. من غلط کردم به تو کار سپردم. آقا بخش، من غلط کردم به تو کار سپردم. اون بیسکویت رو بذار اونجا. میگم غلط کردم دیگه. به جون پری خانم. آقا من مواظبم، مثل جونم مواظبم. خیلی خوب امید، خیلی خوب. بخش دست شما. خوش برو، الان حوصله ندارم. جانم روشنجا خوبی؟ قربونت. ببین من نمیخوام زیاد وقت تو بگیرم. امروز برنامه چیه؟ چطور؟ من یه برنامه‌هایی دارم واسه برگشتن خاله، میخوام خوشحالش کنم، یه جوری غافلگیرش کنم. ببینش اونجا، من مامانم خیلی اهل این کارا نیست. ببین اتفاقا من مامان تو رو بهتر از مامان خودم میشناسم، خیلی هم از این کارا خوشش میاد. کی کجا راجبش گپ بزنی؟ آخه اینجوریه که باشه، من یکی از کارکنای من توی کافه کار میکنه نزدیک شرکت، لوکیشنشو میفرستم برات، بیا اونجا ببینمت. میبینمت. الو جونم بابا، یه لحظه گوشی، یه لحظه گوشی. جانم زنگ زدم بهت بگم با آقا جون حرف زدم، صحبت کردم. دست درد نکنم بابا. ولی بیفایده بود آقا جون، عصبانی شد، گفت من اون زمین رو گذاشتم کنار برای مهران و لیلا، البته به یه شرطی، با هم کنار هم. متوجه میشی من چی میگم؟ بابا مگه اون زمین چیه؟ اصلا کلشو بدیم به لیلا، سهم منم بدیم بهش، خوبه؟ من اصلا اون زمینو نمیخوام. شما با آقا جون کاری نداشته باش، من بعدا از دلش در میارم. شما پا پیش بذاریم برای خواستگاری، بقیه چیزا رو من خودم درستش میکنم. یه جوری میگی درستش میکنم انگار نمیدونی چه خبره، یادت رفته ها؟ خب حقم داری، خامی برای اینکه این داستان نیست که به این سادگی بتونی درستش کنی. از چیکار کنم بابا؟ باید حلش کنم دیگه. بابا آقا اسفندیار پدرمه، اینجام خونه ماست، این زمینام اصل و ریشه ما هستن. میفهمی من اصلا چی میگم؟ ها؟ ببین نداره، بعدن درک میکنی، بعدن میفهمی که من چی میگم، که اون موقع دیر شده. تا دیر نشده بیا لیلا رو از آقا جون خواستگاری کن. با پس منظورتون اینه که من اگر با لیلا ازدواج نکنم چیزی هم نمیفهمم؟ نه ارزش هیچی هم نمیدونم، نه وطن نه زمین، کلا اصلا فهم و شعورم بستگی به این داره که با لیلا ازدواج بکنم یا نکنم. یعنی مثلا ما اگر امروز ازدواج کنیم، من دیگه فردا ارزش اون زمین رو میفهم. بابا لیلا مگه کیه؟ لیلا اون دختری که همه ما ها بهش افتخار میکنیم، سرمایه ما، سوزون امانت دختر مرحومش عزیزم. هر کی لیلا رو بگیره آدم فهمیده ایه، آدم آینده نگریه. بابا من نمیگم لیلا دختر خوبی نیست، لیلا دختر خوبیه، همه چی تمومه، خانومه، ولی من لیلا رو نمیخوام، یک کس دیگه ای رو دوست دارم. مگه زوره؟ من دیگه عقلم به جای قد نمیده، فقط میدونم بابت تو من پیش آقا جونم سرشکسته شدم. دمت گرم بابا. این حرف تو من ناراحت میکنی نه؟ مگه من چی کار کردم؟ من فقط میخوام خودم بتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم، همین. چیکار کنم؟ تصمیم بگیر. آقا جون مراقب باش، دو جده مراقب خودت باش. خداحافظ. Thank you.
سلام آقا جون. سلام به روی ماهت لیلا خانم گل من. احوال شما خوبی؟ خوبم قربان تو. آقا جون فقط من خیلی عجله دارم، زود باید برگردم. خب امشب بمون، فردا صبح زود راه بیفت. نمیشه، شب تهران کار دارم، باید برگردم. شما بهم گفتین کارم دارین دیگه، من سریع اومدم. آره می‌خواستم بهت بگم یه اینجا اول بیا پیش من، بعد بقیه این برم. چشم. باری کلا. خب بگو ببینم چه خبر. خبر که خبر از کجا مثلا چی؟ خبر از تهران، از کاسبیت، گلخونه. یه خبر دارم براتون که مطمئنم اگه بشنوین خیلی خوشحال میشین. بگو بگو. چند روز پیش توی مراسم خیلی مفصل ازم به عنوان کارآفرین نخبه تقدیر کردن، کلی هم بهم قول همکاری دادن. خلاصه همه چی خوبه. خوبه. به به چه خوب. پس الان دیگه وقتشه. وقت چی؟ وقت اون عروسی که همیشه دلم می‌خواست راه بندازم. به سلامتی، مبارک باشی. ولی هنوز عروس خانم بله رو ندید. اونم میگه انشاءالله. اگه تو بگی که حله. فقط یادت باشه من آقا جون مهرم. خب اصلا یادت بره که آقا جون تو هم هستم. چشم. خب عروسیتون رو کی بگیرم؟ عروسیمونو؟ آره دیگه عروسیتونو. آقا جون من نمیدونم شما آخرین بار کی مهران رو دیدین. مهران به کل عوض شده. توقع ندارین که بعد از 7 سال همون مهران سابق باشه. میدونم. ولی هرچی من بگم مهران همون کارو میکنه. چون میدونه به نفعشه. ولی من اینطوری فکر نمیکنم. مهران یه دختر دیگر رو دوست داره آقا جون. تو تهران باش آشنا شده. بعضش هم اگه خوب شده به خاطر اینه که... این حرفا رو ول کن. من دارم با تو حرف میزنم. نمیذارم دختره رو بگیره. من بزرگتر مهرانم. دارم تو رو براش خواستگاری میکنم. تو هم این همه سال وقت داشتی فکراتو بکنی. جواب منم یک کلمه است. خاجون مهران یکی دیگر رو دوست داره، یکی دیگر رو میخواد. باز حرف خودشو میزنه. خب نه. چی؟ مگه نمیگین جوابم یک کلمه است؟ میگم نه، نمیخوام با مهران ازدواج کنم. کلا نمیخوام به ازدواج فکر کنم. آقا جون من الان دارم به یه سری چیزای جدید فکر میکنم. میخوام کنار گلخونی کارگاه بزنم، کارگاه عرقیجات و عصاره گیری. اینجوری برای همه خوب میشه. همه کیا؟ من، نرگس، محسن، دختر پسرای روستا، کلا اهالی اینجا. شما مگه خودتون تو روستا تعاونی گاوداری راه ننداختی؟ مگه برای همه خوب نشد؟ منم مثل شما. این همه که میگی مهران هم جزشه. خاجون مهران رفته از اینجا، برای همیشه رفته، دیگه اینجا نیست. مهران خودش هم اینجا رو دوست نداره. رفته بود ولی برگشته. این کارگاهی که میگی کجا میخوای را بندازی؟ کارگاه رو میخوایم تو گلخونه را بندازیم. با آقا محسن هم صحبت کردم. خیلی حیف شد، چون من میخواستم اون زمین رو کادوی عروسی تو بدم به تو و مهران. حالا که دیگه با هم عروسی نمیکنیم، پر و خالی بودن اون زمین چه فایده داره؟ یعنی چی آقا جون؟ یعنی اینکه زمینی که نتونه بچه همه کنار هم نگر بداره به درد نمیخوره. آقا جون من، نرگس، محسن کلی رو این زمین زحمت کشیدیم. ما بچه هاتون نیستیم؟ چرا شما هم بچه همین، ولی مهران هم بچه همه، برام عزیزه. اگه تو نمیتونی با زمین و گلخونه و این کارهایی که میگی میکنی مهران رو به خونش یعنی اینجا برگردونی، فایدش چیه؟ من نمیدونم چی بگم آقا جون. هم برم اگه میشه بعدم با هم حرف بزنیم. باشه برو، ولی یادت باشه دفعه بعد که اومدی اینجا قبل از اینکه بری گلخونه بیا منو ببین. مراقب خودتون باشی. برو به سلام. برو.
میگم بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه. چی کار کنیم؟ نیم فرقه دنبالش دیگه. مامان خیلی اهل غافلگیری و ماجراها نیست. آخه همینجوری خشک و بدون تدارکات نمیشه که. چرا نمیشه؟ بالاخره ممکنه حرفای مهمی با هم زده باشن. چه حرفایی؟ با هم گپ زده باشن دیگه. من که متوجه نشدم حقیقت چی میگه، ولی فکر نکنم خیلی ربطی داشته باشه که مامان خاله راجبه نمیدونم چی با هم دیگه حرف زدن. سلام. سلام عزیزم. من که بهت گفتم تو پول منو ندی، یه جایی میام بالا سرت که اصلا فکرش هم نمی کنی. خانم خیلی عذر میخوام من اینجا مزاحمتون شدم. باور کنید اگر واجب نبود که اصلا خدمت نمی رسیدم. بنده پیمان هستم، طلبکار آقا بهروز. شما چی؟ برو بیرون. بهروز جان، بهروز جان آروم. یه دقیقه منو نگاه کن بهروز جان، خواهش میکنم. برای تو زشته بهروز، خواهش میکنم زشته. بشین خواهش میکنم. چون شروع شما بشین خانم محترم، وقتی از شما درخواست کنم. بهروز جان خواهش میکنم یه دقیقه بشین. اینو بلکن، منظورم دستمه. بلکن ما که کاری نداریم که، اومدیم اینجا خود با هم دیگه صحبت کنیم. تو که پول ما رو گرمیدی که حداقل یه خود حرف بزن با همون. پاشو برو بیرون. خیلی پر روی خانم. شما تا حالا بدهکار به این پر روی دیدی؟ عوض که خوشی بزنه به مشمردگی بگی ندارم بعدن ببخشید، شاخشونه میکشه. البته من ناراحت نمیشم، آدم ها اینجوری زیاد دیدم. حالا خود بگذره گریهش هم میبینیم. اون تو من دارم میگم واسه خودش خوب نیست، گیر و گرفتار میشه. پولش چقدره؟ نوشین 240. نوشین جان شما دخالت نکن. صبر کن بزنیم چیکار. بیا این کارتا دو روز دیگه بهم زنگ بزن، من پولتو بهت میدم. سیاکاری که نیست. باشو برو بیرون مردی که کار دستت میدم. باشه پس من به شما زنگ میزنم. فقط خواستم خدمت عرض کنم که من اگه جای شما بودم همچی که میفهمیدم طرف کلاورداره جمع میکردم میرفتم. آره ببین دم غیرتش کرد. چرا این کارو میکنی؟ چرا وقتی بهت میگم دخالت نکن دخالت میکنی؟ خب من بلدم با اینا چی کار بکنم. همین بوده این مردی که خرش شمار تلفن دختر خاله من رو داشته باشه. خب فردا روان تو میسابه از بستنگ میزنه. بزنه، من بلدم چی کار بکنم. پولشو میدیم گورشو گم میکنه، خیالمون راحت میشه دیگه بهروز جان. نکن نوشین جان نکن، من مردم بهم بر میخوره. توی دختر بیای تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت بکنی. ببخشید بهروز. سلام، صبح بخیر آقا بهروز. کارم داشتین؟ صبح بخیر عزیزم، بشین. خیلی هم خوب. بگیر اینا رو پایم جان. بیا لطف کن یه کاغذ سفید زیرشه پاک نویسش بکن. این چی آقا بهروز؟ این نامه پایان کارته، یعنی من مجبورم تعدیل نیرو کنم. متاسفانه چند وقته به خودم داشتم فکر میکردم که چطوری بهت بگم، ولی الان ناگزیر مجبور شدم. البته برات یه پاداش خیلی خوب در نظر گرفتم، تقریبا معادل دو ماه حقوقته. انشالله بخونی پاک نویسش کنی امضاش بکنی، من مطالبات تو به همراه این پاداش اینترنتی برات واریز میکنم. چرا؟ خب چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه اصلا. کسی از من به شما چیزی گفته؟ نه کسی چیزی گفته پیام جان، نه تو کار خطایی کردی. اتفاقا خیلی هم ازت راضی بودم، توی مدت همکاری فوق‌العاده بودی. ولی واقعیتش اینه که شرکت دچار بحران شده. بچه‌های شرکتی مثلا رو نمی‌دونن. من دارم تمام تلاشام می‌کنم که حلش بکنم. انشالله که حل شه، ولی مجبور شدم که این کارو انجام بدم. بخونش، امضاش کن،
انشالله که تو هم از ما راضی باشی. خب شما که در جریانی، من به این کار احتیاج دارم. میفهمم پیام جون، میفهمم، ولی باور کن از دست من دیگه بیشتر از این کاری بر نمیاد. اون پاداشم دارم از خودم بهت میدم. آخ من یه قرار خیلی مهم داشتم، متاسفانه باید برم. تو محبت کن اینو، بنویسش، امضاش کن، بذارش روی میز. مرسی. سلام آقا. سلام میران جان. چطوری؟ یه کاری باید داشتم، میخوام برم. آقا راستی به من بگونم سفر خوش گذشت؟ بله آقا. خانواده چطور بودن؟ خیلی بهتون سلام رسوندم. بابت ماشینم یه دنیا ممنون، واقعا لطف کرد. قربونت برم، من یه قراری دارم، فقط میخواستم یه چیز رو بهت بگم. من چند روز پیش به وسیله یکی از دوستان با یک هلدینگ بزرگ آشنا شدم. پیشنهادهای خوبی داشتن، به حال که ما اصلا بریم زیر مجموعهشون کار کنیم، حمایت‌های خوبی هم میکنن. من میخوام تو به عنوان نماینده تامل اختیار و قانونی من بری باشون وارد مذاکره بشی. چشم، خیلی عمالی. فقط روی کردمون چی باشه؟ خیلی واضحه دیگه، پیشنهاداشون رو میشنویم، مشورت میکنیم، بعدم تصمیم میگیریم. همین، انشالله که خیره. انشالله. امید خدا. خب نکته چیزی؟ نه من برم برسم به قرارم. زن نوش. خدا حافظ. خب نظرت؟ عالیه. مشتم داره اتفاقای خوب میافته. آره. تو چت شده؟ من هیچ. نمیخوای با ما حرف بزنی؟ نگفتی با خانوادت حرف زدی چی شد، چی گفتم؟ چرا، اتفاقا باید بشینیم مفصل با هم حرف بزنیم. فقط الان مشکلی برای اشکان پیش اومده، باید برم سری پیشون. چی شده؟ هیچی، مثل این که تو دانشگاه گرفتاری براش پیش اومده، برم یه کمکش کنم ببینم چی کار میشه. که بگو شاید کاری از دست من بر بیاد. نه خودم هنوز نمیدونم چی شده. حالا قراره برم، فهمیدم بهت میگم، خبر میدم. چه اومدنی بود؟ چی؟ هیچی، یه چیزی بعد از میزم برمیداشتم میرفتم و سون اومدم. همینجا هم رو میزم بریم. من رفتم، خدافز. خدافز. سلام، دیدم غافلگیری دوست داری، گفتم غافلگیرت کنم. منم که خیلی غافلگیر شدم. آره اصلا غافلگیر نشدی، رنگ شد گچ دیوار به خاطر بیخوابیه. بیا بشینم. بفرمایید. آخیش، من یه معذرت خواهی بهت بده کارم، جدی میگم، دیروز خیلی خیلی رفتارم بچگانه بود. معذرت میخوام، شرمنده ایم خانم، دست بالا. ببینم چی میشه. زنگ زد پیمان بهت؟ نه. اگه زنگ زدی لطفی من بکن، بگو به گوشه خودم زنگ بزن. من میدونم تو میخوای هوای منو داشته باشی، ولی اصلا دوست ندارم درگیر گرفتاری های من بشی. تو بهترین دختر خاله دنیا، اینو جدی میگم به خدا. اگه معرفت دیوار داره، تو اون ور دیوارش بسادی. باشه. باشه، هر تو راحتی. ممنونم. پس دیگه اصلا حرفشو نمیزنی. امروز وقتت خالیه دیگه؟ من که به این فرودگاه؟ آره. خیلی خوب، بعد از اون که کارم تموم شد میام همینجا دنبالت، با هم بریم دنبال مامان. خیلی هم عالی، میبینمت. شیشتم بده بالا، نترسی دیگه. خدافظ. خدافظ. چی بگم؟ بگم بابام اجازه نداره بیاد خواستگاری؟ بگم آقا جونم ازدواج کردم با هر کسی جز لیلا رو ممنوع کرده. نمیشه. با چی گفتی؟ پیچی برگشتم بودم، این مشکل برای تو پیش اومد تو دانشگاه، به هم فکریم نیاز داری، باید بیام بهت کمک بدم. اصلا فکر میکنی؟ یه درصد به این موضوع فکر کردی که پس ورد و روز این آبا خانومتون منو میبینه؟
و متوجه میشه که من هیچ احتیاجی به کمک‌های فکری تو ندارم. یعنی چرا همیشه میخوای حقیقت رو برعکس جلوه بدی؟ باطن اینکه حقیقت زندگی من همش بدبختی و دردسره. حقیقت زندگی من اون چیزیه که با خودش فرار کردم اومدم تهران. من چجوری برم واقعیت رو به آبا بگم؟ خیلی راحت. خیلی راحت باید حقیقت رو بگی. الان فکر کنم آبا. بگو بهم. بی خیال. مهران بگو دیگه. من آبا. بگو. بی خیاله. بگو آقا میگم بگو بگو دیگه. آبا خانم من یه دختر عمه دارم اسمش لیلاه. خیلی هم شاخه، یعنی هر آنچه همه خوبان دارن اون یه جا داره. میخوای نگی؟ نگم. آره نگو. آقا تو نمیتونی به دختری که میخوای باشه ازدواج کنی بری اینا رو بگی که خب ببین اینجوری میگم. ببین آبا جان. آبا جان؟ آبا خانم. ببین آبا خانم من و لیلا دخترمم از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، ولی خب من هیچ علاقه‌ای بهش ندارم، اونم من علاقه‌ای نداره. این خوبه، خیلی هم خوبه، اما با توجه به اون جمله قبلی که تو گفتی نه، فکر نکنم اینو باور کنم. همین دیگه، همه زندگی من شده پیچیدگی و بدبختی، هر ورش رو میگیرم یه ور دیگهش میزنم اینو. خب چی بگم؟ چیه؟ بخش شدی من بهتون میگم یه سری آدم مشکوکن تو کوچه شما توجهی نمیکنین. چی شده امید؟ آقا چی دیگه شبونه ریختن تو خونه 3000 تا ارو دلار رو برداشتن. دیوونه است دزده نه؟ چرا؟ 50000 تا چرا 3000 تا برمیداره؟ همش رو برمیداشت خوب. آقا شاید دوز منصفی بوده. چرت نگو امید. یعنی میگم خب الان مردم گرفتارن دیگه. خودم برداشتم. چی؟ خودم برداشتم. با اجازه کی رفتی؟ همین رفتی بالا پشت اون 3000 تا رو پولا برجه حریم شخصی چی میشه؟ امید خونت مال کیه؟ برای شماست. پولو کی بهت داده؟ اونم شما رو. از خودم باید بدونم جاش کجاست دیگه. بچه هم قرمزی که بهت بدم از تو پاکت خودم 3000 تا برداشته بودم. چی شده؟ همین جوان قبل که به هم بدین رو پاکت 3000 تا برداشته بودیم. آقا شما بذر بی اعتمادی کاشتین تو رابطه مون. چی؟ نه یعنی دارم میگم که 50000 تا به من تحویل دادین و تو 47000 تا بوده. من اصلا تو مزرعه مشغول کار و شغل خودم بودم، شما اومدی من درگیر این داستانه کردی، همجوری پولا رو بهم دادی اینو گذاشتی. چقدر چرت و پرت میگی امید؟ به کارات برس، فلش کن. نه 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 یه پیامو چرا اخراج کردی؟ به تو چه؟ رئیس کی امید؟ رئیس شما. این تموم شد رفت. صلاح دیدم یه نفر باید کم میشده از شرکت، گفتم اون بره بیرون. درست دا دانشجو بود، من دلم با حالش میسوزه، گرفتاره بنده خدا. دلت میسوزه تو برو جای اونمون برگرده بیاد. نه بابا دانشجو باید سختی بکشه دیگه. بابا حالا تازه اون شانس رو خوشو درگیر زن و بچه نکرده، من زن دارم خرجم بله. اصلا ولش کن بعدم رفته دور شده. خیلی دست باش کار دارم. من مشغول کارم. خیلی دوره الان. خیلی دور. سلام. سلام، صبح بخیر. سلام خانمت شما کی رسیدین؟ دیشب آخرای شب بود رسید. آسی این گلدونه یه بابونه و آویشن هم فردا ارسال میشه. بسیار عالی. خیلی سرحال به نظر نمیه؟ نه زیاد، خستگی راه و داستانه گلخونه. چرا؟ مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که نه، خدا رو شکر گلخونه که همه چی داره عالی پیش میره، اما برای زمین اشاره ممکنه اتفاقای بدی بیفته. چه اتفاقی؟ خودم هم هنوز نمیدونم، یکم گیجم، باید یکم زمان بگذره ببینم چی میشه. خب یکم واضح تر من بگین، شاید من بتونم کمک کنم. چیز خاصی نیست، سر مسئله خانوادگیه، توضیحش الان مفصله. شما نگرانی به دلتون راه ندین، هر وقت که دستور بدیم من مامان شریک با پیش میذارم. ممنون، ولی کاش به این سادگی بود. باور کنین از اینم ساده تره لیلی خانم. وقتی که پول هست، پول کافی هست، هر تصمیمی رو میشه به راحتی گرفت. تو هر راهی میشه قدم گذاشت. بله، اینم حرفی، اما داستانی که پدر بزرگ من پول اصلا براش اولویه. آقای اخوان. بله. میخواستم ببینم اگر با آقا امید کاری نداریم بفرستم شیرینی بخره. نه. شیرینی هرچه. برای جلسه دیگه، خودتون گفتین جلسه مهمیه، گفتم حتما میوه و شیرینی باش. امروز آقایه. بله دیگه، یه ساعت دیگه است. یه ساعت دیگه میرفتم فرودگاه دنبال خانم اخوان، قرار بیان شرکت. خب شما برین، من هستم. نمیشه، خودم باید باشم. ای بابا، خب اون برم واجبه دیگه، به هر حال مامانتون دارن میان. چه داستانی شد؟
خیالتون راحت باشه، من میتونم انجام بدم. از شما مطمئنم باشون حرف زدم، خودم نباشم بی احترامی زشته. دیگه هر جور خودتون صلاح میتونید. ممنونم. سلام آجو، داشتم آماده میشم بیام فرودگاه دنبالتون، متا یه جلسه برنامه‌ریزی شده بود من فراموش کرده بودم، واسه این مجبورم برم جلسه. نوشین بیام دنبالتون، ایشالا شب میبینمتون. قربونتون برم. سلام دختر خاله، ببخش من نمیتونم برم دنبال مامان، زحمتشو میخوام بزنم گردن خودت. ایشالا که شب میبینمت. ممنون. اصلا اشکایی نداره آخاله، ولی باید زنگ میزد. زنگ نزده که مجبور نشه جواب منو بشنوه، یه پیام داده واسه اینکه در جریان باشم. تهش هم گفته خداحافظ، یعنی جواب نده. به نظرم بدقولی خیلی کار بدیه. هر کاری هم که براش پیش اومده بود نباید این من رو کنسل میکرد. میفهمم، حق داری، ولی اونم گفته بود ناهماهنگی بوده، قصدی نداشته. حالا بدم نشد. چطور؟ بذار یه خورده منتتو بکشه، ازت تشکر کنه، عذرخواهی کنه، راه دوری نمیره. آها، از اون لحاظ میگی. من خیلی دنبال عذرخواهی شنیدن از بهروز نیستم خاله. من دوست دارم با هم رو راست باشه. اصلا از این سیاست‌های زنونه سر در نمیارم. حالا یکم دلبری و سیاست قاطیش کنی بد نیست، نمک زندگیه. میشناسی منو که اهل دلبری کردنم نیستم. بچه های الانم دیگه بلدن، من که باور نمیکنم تو بلد نباشی. این چند وقته که شما نبودین به هوای سفارش های شما چند بار برای بهروز غذا بردم، چند بارم دعوتش کردم برای شام یا نهار بریم بیرون، اما واقعا انگار از بچگی دلبری کردم بلد نبودم. هر بار تیرم به سنگ خورد. اب نداره خاله جون، همین که تلاشتو کردی خودش خیلیه، کم کم یاد میگیری. دستتم درد نکنی، یه مدتی که من نبودم حواست به بهروز بوده. خاله جون موبایلتون زنگ میخوره. چیه؟ نمیدونم، نگاه نکردم. سلام مادر. سلام اونجا، رسیدین؟ آره عزیزم، یه نیم ساعتی هست. خب خدا رو شکر، من کارم زنه طول کشید ولی الان دارم میام سمت خونه. اب نداره دیگه، من امشب به نوشین زحمت دادم، کلی زحمت منو کشید بچه. دستش درد نکنه، از دلش در بیار، من نتونستم بیام فرودگاه دنباله. اون کار دیگه خودت بکن. باشه، خودم یه کارش میکنم. بیا ببین چه شامی برامون پخته بهروز. باشه چشم، الان میام. بهروز تویی؟ شما؟ من از طرف آقا سهراب اومدم. سهراب کیه؟ به وقتش میشناسیش. اون 40,000 دلاری بود که از چند تزاده خریدی، نصفشو به همون قیمت میای میفروشی به ما. 40,000 توی چی؟ من چیزی از کسی نخریدم. میگم برات، برو فقط خدا تو شکر کن که با اون 20,000 تات کاری نداری. منتظر زنگم باش، فهمیدی؟ ببین داداش، من یه چیزی خریدم به خودم مربوطه، ربطی شما نداره که لگنت هم برده بخوام برم. برده آقا جو، برو مردکل برو بونی. برو تو ماشین. خیلی خوب. برو بشین تو ماشین. خیلی خوب، خیلی خوب. برو. خیلی خوب. برو بشین تو ماشین.
چرا نمیکشین؟ بفرمین. ای منتظر من این که من اومدم. اصلا از اشتها رفتم. ای بابا. حالا خاله جون چیزی نشده که. اینم شانس منه. چرا با مردم درگیر میشی دم در؟ یهو پیچی جلوم. فرمون نده بودم نصف ماشینو برده بود. عصبی شدم دیگه، یهو قاطی کردم. همین قاطی کردن است که کار دست آدم میده دیگه. تو زندان ها پر از این آدمایی هن که قاطی کردن. ولی من که یکی میپیچه جلوم، نه کاری میکنم نه چیزی، فقط شما پلاکشو برمیدارم میدم راهنمایی رانندگی. خوب میکنی خاله. خانم ها حواسشون جمعه. مردان یه کارای غیر قابل جبرانی انجام میدن. خیلی خوب اینقدر خانم ها مردا، خانم ها مردا. پشت لگد مردونه بود زدیم تموم شد رفت دیگه. بخور یخ کرد. ولی عوضش باعث شد دلم برات بسوزه و یه ذره از مجازاتت صرف نظر کنم ببخشمت. پس میارزید کاری ضرر نگرم. ولی به نظر من تاوان بدقولی خیلی بیشتر از این حرف هاستا. یه دستی بشکنه پایی پیچ بکنه. خدا نکنه خاله، چجوری دلت میاد؟ خاله نگاه کن، با یه ورم ساده سرتای قضیه رو هم آورد. فکر نمیکردم دلت انقدر سنگ باشه. اینجوری نگاش نکن مام، خارزاده بروسلیه. از من میپرسی که هم بازی بچه یاش بودم، دایره خشونتیشون خیلی وسیع تر از یه حرف هاست. انگشت تا اینجا میکنه دیده. خاله جان اصلا حرفشو باور نکنه، دروغ داره میگه. بهروز خان من شوخی کردم، خودم هم اینطوری دیدم دلم ریخت. حالا ناراحت نشو بهروزم شوخی کرد. خاله شیرینت خیلی سلام رسون. سلامت باشه. گفت چقدر دلم برای بچه ها تنگ شده، کاش باشن بیان اینجا. گفتم بچه که نیستن، خودشون میدونن. اگه به منه که من حاضرم به بهروز مرخصی بدم، پاشه بیاد پیش شما. وای منم انقدر دلم میخواد یه سفر بریم، بریم هم ماما اینا رو ببینیم، هم یه بادی به سرمون بخوریم. میدونی چند وقت پامون از تهران بیرون نذاشتیم؟ چقدر کار آخه. با این وضعیت دلار تا سر کوچه هم نمیشه رفتم، چه برسه به سفر. خرج سفرمون رو مامانم میده، مهمونمونیم دیگه. پس برنامه ریزی شده است، پلن دقیق دیگه. نه نه بابا، چه برنامه ریزی؟ خالت یه پیشنهادی داد، تا تو راضی نباشی که سفری در کار نیست. دستش در نکنم، من محال حوصله سفر کردن و مسافرت ندارم. تمام دیگه، اون تصمیمش با خودتون. میگم شامتونو خوردیم، عکس این سمیناری که رفتم رو بهت نشون بدم. ببین فقط تو زمینه گلوگیا اینا چی کار دارن میکنن، کیف میکنین ببینین. از رو بکش مادر.